بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. برادران و خواهران مسلمان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس مختصر امروزه ما شما بخیر و خوبی تحت عنوان الغضب، به عنوان غضب، به شکل تقریبی 10 دقیقه با هم مجلس داریم. آرزو دارم که خداوند مهربان همه ما شما را مستفید بگرداند از ماننده این مجالس اسلامی. بسم الله الرحمن الرحیم. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین. کسانی که غضب خود را کنترل می کنند، حاکمیت دارند سر غضب خود، سر قهر خود، و کسانی که مردم را می بخشند، گذشت را در میان می گذارند، خداوند مهربان دوست دارد کسانی که محسن هستند، احسان دارند در اخلاقشان، احسان دارند در وقت گذشتشان، احسان دارند، خوبی دارند در تمام مراحل حیاتشان. آیت مبارک 134 سوره آل عمران. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین. از ابی هریره رضی الله عنه روایت شده، شخصی آمد نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم و سوال کرد که مرا وصیت کن، مرا وصیت کن. برایش فرمودند که لا تغضب، قار نشو. فردد مرارا قال لا تغضب. و شخص سوال خود را چندین بار تکرار کرد که یا رسول الله مرا وصیت کن، یا ارشاد را، رهنمایی را به نصیبم بگردان. برایش فرمودند که قار نشو، لا تغضب، بهترین وصیت و بهترین نصیحت و ارشاد است. حدیث مبارک رواه البخاری. همچنان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، از ابي هريره رضي الله عنه روایت شده، پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمودند ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. قوی ترین انسان آن کسی نیست که مردم را بگیرد و قوت بدنی خود را ظاهر بگرداند که میتواند که مردم را یا انسانها را چپه کند، سر آن قادر باشد و غالب باشد. او انسان قوی نیست. قوی ترین انسان کسی است که در وقت غضب خود را کنترل کند، در وقت غضب خود را کنترل کند، غضب خود را کنترل کند، حاکمیت سر غضب خود داشته باشد. و اکثر مشکلات از غضب، از قهر شروع می شود. از بی بی عایشه رضی الله عنها روایت شده فرمودند، عن عایشه رضی الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما. پیغمبر صلی الله علیه و سلم با دست خود هیچ چیز را نزده است، نه خانم را، نه خادم را، نه خانم را، نه خادم را، ولا امرأة ولا خادما. حدیث مبارک رواه مسلم. از این حدیث مبارک در حیات خود مستفید می شویم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولمن صبره و غفره این ذلك لمن عزم الامور. آیت مبارک 43 سوره شورا. کسانی که با صبرند و گذشت را در میان میگذارند، از ضمن مسائل مهم عزائم امور، مسائل مهمی است که قرآن کریم جلب توجه ما شما را میگرداند. از ضمن اخلاق قرآن کریم است که باید بیاموزیم صبر و گذشت. بسم الله الرحمن الرحیم. خود العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. آیت مبارک 199 سوره الاعراف. عفو را، گذشت را در میان بگذار و امر کن به کارهای خوب، به عرف و به معروف امر کن، و دوری کن از جاهلان، دوری کن از جاهلان. ولیعفو ولیصفحو. عفو کنند مردم را و گذشت را در میان بگذارند،
صفحه را گذشت را در میان بگذارند. الا تحبون ان یغفر الله لكم والله غفور رحیم، آیا نمی خواهید که خداوند شما را مغفرت نماید حال این که خداوند غفور رحیم است؟ آیت مبارک 22 سوره النور. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند و من یتصبر یصبره الله و ما اعطی احد عطاء خیرا و اوسع من الصبر، متفق علیه. هر کسی که در جستجوی صبر باشد خداوند صبر را به نصیبش میگرداند و بهترین عطا، بهترین خیر را که خداوند به نصیب بنده خود گشتانده است به ارتباط صبر است. ان ابراهیم لحلیم اواه منیب، از ضمن صفات ابراهیم علیه السلام حلیم بودند و با خداوند مهربان قلبا و فکرا پیوند بودند. آیت مبارک 75 سوره هود علیه السلام و در سوره التوبه آیت مبارک 114 به ارتباط ابراهیم علیه السلام خداوند مهربان می فرماید ان ابراهیم لأواه حلیم، ابراهیم علیه السلام حلیم بود و بنده ای بود که راز و نیاز داشت با خداوند، قلبش و فکرش پیوند بود با خداوند مهربان. لا تغضب ولك الجنه، قار نشو داخل بهشت میگردی. رواه الطبراني عن ابي الدرداء رضي الله عنه. ان الله مع الصابرين، خداوند با صابران است 153 سوره البقره. والله يحب الصابرين 146 سوره آل عمران، خداوند صابران را دوست دارد. با صبر باشید، قهر و غضبتان را کنترل کنید. خداوند مهربان ما شما را مستفید بگرداند. جزاكم الله خيرا و بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.